بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت خواهران و برادران عزیز سلام عرض میکنم و خوش آمد میگویم به شما به قسمت دوم برنامه مؤسسه فرهنگی اهل بیت مونیخ با سخنرانی همراه با حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای شمس. وقفه در بین دو برنامه قسمت اول دوم به وجود آمد به خاطر اذان مغرب که ما باید به اون توجه میکردیم. Liebe Geschwister, ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Ahlulbeit Kulturverein München e.V. zum zweiten Teil. Vortrag mit Hojjatul Islam wal Muslimin, Herr Shams. Wir mussten leider die zwei Teile des Programms wegen Ersahnung des Gebets auseinander dividieren. Also nicht in unmittelbarer Nähe. Janaba Ariya Shams, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای حاجی‌زاده عزیز در خدمت شما هستم. خوشحال هستم که باز توفیق داشتیم با شما امروز برنامه اجرا کنیم و از اینکه چند دقیقه وقفه به وجود اومد ببخشید، ولی سرعت اینترنت پایین بود نمیتونست وصل بشه به اون صورت. بله بله، خواهش می‌کنم. خب خواهران و برادران، همونطور که اعلام کردیم برنامه امشب ما در قالب، یعنی موضوع برنامه امروز ما هست، نقش زن بعد از حادثه عاشورا. Also das Thema wird heute sein die Rolle der Frauen nach dem Ereignis von Ashura. خب البته حادثه رو اشتباه نوشتم، در پوستر دیدم. خب پیش میاد. خیلی خب، پس شروع میکنیم که بیشتر وقت دوستان ضایع نشه با سخنرانی کارگردان. بفرمایید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان، بینندگان عزیز و مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت و مخصوصا تسلیت شهادت سالار شهیدان آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، اصحاب و یاران با وفایش به ساحت مقدس امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بینندگان محترم در خدمت هست. Ich grüße Sie alle herzlich und mache meine Aufwartung, meine liebe Freunde und die Verliebten von Ahlul Bayt, und ich möchte meinen Beileid bekunden an seine Hoheit Imam Mahdi und Ihnen wegen dem Trauertage anlässlich des Todes von Abu Abdullah al-Hussein. بفرمایید، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که یک سوالی که در ذهن همه عزیزان هست اینه که امام حسین علیه السلام وقتی که از مدینه حرکت کردن به سوی کوفه و عراق تنها نیامدند، با خودشون خانومشون و بچه هاشو و عزیزانشون رو بردن و حتی به جز سه نفر که مجرد آمدن با این کاروان همه با خانواده بود. خب سوال اینجاست که امام حسین علیه السلام میدونست این حرکتی که داره پر از حوادث هست، پر از به اصطلاح نگرانی ها و احتمالات خطرهای زیادی هست، اما چرا اهل بیتش رو و بچه ها و زن ها رو با خودش برده؟ این جای سوال هست. و خیلی ها هم در ظاهر وقتی این قضیه رو می دیدن به امام حسین توصیه کردند که اگه میشه شما خانم بچه ها رو نبرید، عزیزانتون رو دنبال نره، تنها برید، حادثه خبر نمی کنه. و اینطور که معلومه خیلی به دنبال این حرکت ناراحتی ها و گرفتاری ها و سختی هایی هست.
اما امام حسین علیه السلام اصرار داشتند که حتما زن و بچه رو ببرن، اما این نه با اراده خود حضرت بود و تصمیم حضرت. همون گونه که مطلع هستید ها یا سخنرانان شنیدید یا مطالعه کردید، امام حسین علیه السلام وقتی تهدید شد از طرف یزید و فرماندار مدینه اون یزید رو براش رساند، آمد کنار قبر پیغمبر و اونجا صحبت هایی کرد، در حقیقت درد و دل کرد، تا اینکه اونجا یه چرتی زد خوابش بود. در عالم خواب پیغمبر بهش فرمود که اخرج الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، حسین جان برو به سوی عراق، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. بعد خب این درباره خود امام حسین، اما مطلب مهم اینه که فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد زن و بچه و اهل بیت رو هم اسیر ببینه. خب این معناش چیه؟ حالا شما یه توضیحی بفرمایید که زیاد نشه، من بقیه رو عرض خواهم. Eine Frage, die sich hier stellt für den lieben Zuhörer und Zuschauer und diese eigentlich für alle, diese Frage ist, als Imam Hussein aus Medina losstartete Richtung Kufa, außer drei Personen, die alleine kamen, sind alle anderen mit Familie gekommen. Auch Imam Hussein selbst hat mit seiner diese Reise begonnen mit seiner Frau und Kinder. Nun stellt sich wirklich die Frage, wenn er wusste, was ihm entgegenkommt, warum hat er das getan? Viele haben sogar auch ihm empfohlen, gehe alleine zu dieser Schlacht und nehme deine Frau und Kinder nicht mit, denn die werden leiden und so weiter und so fort. Aber Imam Hussein hat dennoch darauf beharrt, aber nicht aus freien Stücken heraus, sondern als Imam Hussein von Yazid in Medina bedroht wurde, mit dem Tod bedroht wurde, wenn er sich nicht ihm fügen würde, ist Imam Hussein zum Grab vom Prophet gegangen und hat sich dort beim Prophet beschwert. Er ist dabei eingeschlafen. Und im Traum hat er den Propheten gesehen, dass er ihm gesagt hat, O Hussein, mein Sohn, mein Enkelsohn, du musst auf in den Irak gehen, also in den Schlachtfeld gehen, und Gott will dich getötet und als Märtyrer sehen. Und Gott will auch deine Frau und Kinder als Gefangene sehen. Befarmet reich mir konan? Bale. Hallo Saal, in Jaske. آیا امام حسین مجبور شد این کار رو انجام بده چون خدا خواسته او کشته بشه و زن و بچهش هم اسیر بشن؟ این یک سوال باز خودش. ببینید ما دو تا اراده الهی داریم، یک اراده تکوینی داریم، یک اراده تشریعی. اراده تکوینی الهی و خدا بله سب کنید، این اراده تکوینی و تکوینی بله و تشریعی و تشریعی بله تشریعی خب بله. در اراده تکوینی الهی انسان هیچ نقشی نداره، در حقیقت بی اختیاره و بهتر بگیم یک اجبار در کار هست که برای ما مقدر شده و نوشته شده، بنابر مصلحتی خدا تشخیص داد. اما در بحث تشریعی اونجا اراده الهی هست اما اجبار در کار نیست. اگر دقت کنید تو این جمله پیامبر به امام حسین علیه السلام، ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. این میخواد معناش اختیاره، یعنی خدا راضی است به این اتفاق، نه اینکه حتما اجبار هست و شما این کار رو بکنید. این شاعه به معنای اختیار هست. خب هم درباره امام حسینه
هم درباره اهل بیتش زن و بچه ها که اونجا هم شاه یراهن نه سبایا، خدا دوست میداره، خدا راضیه که این اتفاق بیفته، اما در این حال اختیار با شما هست. خب این دوست داشتن مثل ان الله یرید و یبکم العسر الا یدیرکم العسر، خدا یسر، خدا دوست داره شما راحت باشید. در روزه گرفتن خدا میگه که من دوست دارم شما راحت باشید، به خودتون خیلی اذیت نکنید. خب این معناش نیست که حتما خدا اراده کرده ما در زحمت بیفتیم، نه، شما این فعل رو انجام بده، خدا راضی هست، خدا خوشش میاد، تو به درجاتی برسی. خب پس در اینجا بحث خروج امام حسین با خانم ها یه بحث اختیاری شد و اختیار رو در میدونستن که زنها هم نیان، اونها هم همکاری نکنن، بیا ما نمیان، مثل همون بحث ظاهر قضیه که حتی محمد حنفی دیگران میمدن گفتن حسین خب لاقل میری زن و بچه تو نبر، ولی ایشون میفهمون که نه، من یک اهدافی دارم، تو این اهداف باید زن و بچه رو ببرم، از اون طرف هم خدا راضیه به این قضیه است. خب این مطلب. مطلب بعد اینه که سب کنه بله. اجازه بده ترجمه کنم، مطلب خیلی بله. طولانی میشه، نمیتونم ادا کنم. درست. Ja, also die Frage ist, ob Imam Hussein dazu gezwungen wurde von Gott oder weil es Gott so wollte. Wir haben zwei Arten von Willen Gottes. Eine Wille, eine Form von Willen ist das, was man im Arabischen Takwini nennt. Das bedeutet, dass der Mensch in keinster Weise eine Rolle darin spielt und einfach als ein Zwang vorhanden ist. Die Wille Gottes wird dann erfüllt werden. Die zweite Form, das in arabischen Tashri'i genannt wird, ist eine Form der Willen, dass Gott es so will, aber der Mensch darin ein Mitwirkungsrecht hat. Also kann er darüber entscheiden. In dem Satz, was der Prophet zum Imam Hussein gesagt hat, muss man genau achten. Da hieß es, Gott will dich getötet sehen. Das heißt, Gott ist damit einverstanden, dass das passiert. Aber du kannst auch das anders entscheiden. Über seine Familie war es genauso. Gott will sie als Gefangene sehen. Also Gott ist damit einverstanden, dass die Gefangene werden. Aber du kannst die entsprechend auch nicht mitnehmen. Beziehungsweise die Frauen können auch sagen, nein, wir wollen nicht mitkommen. Ähnlich haben wir es da beim Fasten. Das im Koran heißt, Gott will nicht euch zu sehr in Härte prüfen. Also man muss fasten, aber man muss nicht unnötig in Schwierigkeiten fallen. Und daher gibt es da Erleichterungen. Ebenfalls hat Mohammed Hanafiya gesagt gehabt zu Imam Hussein, der soll seine Familie nicht mitnehmen. Aber der Imam hat gesagt, ich verfolge ein gewisses Ziel, also bin ich quasi benötige ich oder ich bin gezwungen, das zu tun. Und Sie wollen das auch mitkommen. بله. با این مقدمه یه مقدمه دیگه هم عرض بکنم. مقدمه دوم اینه که بحثی که هست، آیا زن در جامعه چه نقشی میتونه داشته باشه؟ خب بین هم جامعه شناسان هم روان شناسان بحثای مختلفی هست و حتی فرهنگ‌های مختلف اقوام نگاهشون به زن یک نگاه متفاوت هست. خب بعضیا زن رو یک موجودی میدانن، شخصی میدانن که کارش زاییدن باشه، بچه به دنیا بیاره، خانه‌داری بکنه و تا همین اندازه در خانه. این که معمولا زندگی‌های سنتی به همین اکتفا میکرده. اما دیدگاه دیگه هست که زن رو متاسفانه یک شیء فرض کرده، یک کالا فرض کرده و به عنوان یک جنس گرانبها تو جامعه متاسفانه ارزاری میشه. خب این هم اشکالی نداره، اگر او یک جنس گرانبها هست مثل الماس
در حیطه و مدار زن بودن خودش با ارزشه، چرا که کانون عاطفه است و در حقیقت میتونه نیازهای عاطفی و جنسی خانواده رو و مرد رو اشباع بکنه. این هم یک نظر است. نظر دیگه اینه که زن یک شخصیت هست، ولی متاسفانه این شخصیت در کنارش با شی هم هماهنگ شده و عجین شده. الان شما اگر در غرب ملاحظه کنید به زن شخصیت داده میشه، میگه آقا برو علم یا طبیب بشو، معلم بشو، استاد دانشگاه بشو، دارای درجات هنرمند بشو. اما از اون طرف هم نگاه میکنیم در کنارش اون زن رو یک شی و یک کالا فرض میکنه، در عین حال که بهش شخصیت داده یک دید کالایی هم به او داده میشه، لذا در محوریت خودش حرکت نمیکنه و جاش رو با مرد عوض میکنه. میبینی یه جوانی سعی میکنه اینکه دارای شخصیته اما خودش رو به شکل زن در میاره از نظر شکل قیافه و گیری، یا زنی برعکس خودش رو به شکل مردی در میاره. اینجا محوریت مرد فراموش شده، محوریت زن هم فراموش شده. خب اینجا جایگاه زن و مرد متاسفانه مخلوط شده. وقتی مخلوط شد دیگه اون جایگاه و اثرگذاری زن در جامعه، مخصوصا بعضی ها گفتن که زن اثر مستقیم داره در ساخت شخصیت یک مرد. وقتی مرد ساخته شد جامعه ساخته میشه. حالا اینو بفهمید تو من قسمت سوم هست. Nun, das war jetzt eine Einleitung zu unserem Gespräch. Ich muss noch eine zweite Einleitung dazu fügen. Und zwar, die Rolle der Frau ist in den Gesellschaften, sowohl bei Soziologen wie Psychologen, aber auch in verschiedenen Kulturen und Völker unterschiedlich ausgeprägt und unterschiedlich definiert. Manche sehen die Rolle der Frau ausschließlich in Haushaltsführung und Kindererziehung und Kindergebären. Das ist im Grunde genommen die traditionelle Denkweise, die früher gegeben hat. Eine andere Form ist, wo die Frau im Grunde genommen nur als Objekt betrachtet und im Rahmen der Familie, aber Objekt für die Begierde des Mannes. Die Frau ist an der Stelle sicherlich im Zentrum der Liebe, aber eben eine Ware sozusagen. Zweite, ein andere Gedankengut oder Rolle ist, was wir heute im Westen sehen, da wird der Frau Persönlichkeit gegeben. Du hast das Recht, dich zu entfalten, Arzt zu werden, zu studieren oder ihren Job auszuführen. Aber gleichzeitig ist diese Frau im Westen zu einer Ware auch degradiert und als solche Werte auch häufig betrachtet, nicht zuletzt auch von den Männern. Ein weiteres Problem ist auch, dass die in der Gesellschaft die Rolle der Mann und Frau nicht klar definiert ist. Manchmal versuchen die Frauen sich wie Männer zu machen und manchmal auch die Männer wie Frauen sich zu machen, indem sie sich durch Verkleidungen oder Äußere in der Richtung bewegen. Und wenn das hier der Fall ist, wo die Rolle nicht klar definiert ist, dann geht die Bedeutung der Rolle der Frau als solches verloren. Wenn aber dies verloren geht, hat das massive Schaden. Denn durch die Persönlichkeit der Frau und die starke Rolle der Frau werden die Persönlichkeiten der Männer eigentlich erst geformt. Wenn die Männer in ihren Persönlichkeiten durch die Frau geformt sind, kann die Gesellschaft sehr richtig auch geformt werden. Der Fall mit Rechnung. Hallo, Islam, والایی داده که میفرماید زن در شخصیت خودش محوریت و نقش زن رو ایفا باید بکنه
اینطور نیست که خودشو جای مرد بگذاره یا مرد جای زن قرار بگیره. هر کدوم در محور خود و در خط خود باید حرکت کنن و هم خدا بهشون قداست داره. یعنی هر گفته قدیس کنارش قدیسات هست، هر جا گفته طیب طیبات هست، هر جا گفته صالح صالحات هست. یعنی زن و مرد جدای از هم در این حال مکمل هم، و مخصوصا زن نقش مستقیم بعد جا غیر مستقیم در ترویج و در شخصیت مرد داره و او رو به قول معروف به معراج میبره، به درجات عالی میرسونه. خب با این مقدمه میخوام عرض بکنم، شما اگر ملاحظه بکنید تا عصر عاشورا نقش هیچ زنی رو در حادثه عاشورا نمیبینید، هیچ کس رو نمیبینید. اما از عصر عاشورا که امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه و مرد همه شهید میشن و تنها امام زین العابدین علیه السلام باقی مونده، اونم با یک بیماری خاصی که واقعا توانایی حرکت نداره، حالا نقش زن رو ما اینجا احساس میکنیم. ببینید حضرت زینب همون روز عاشورا دو تا نقش مهم رو ایفا کرده. یک، وقتی شم میخواد سر امام حسین رو از بدن جدا کنه، او سریع خودش رو میرسونه گودال قتلگاه تو میدان و به عمر سعد میگه ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، تو داری نگاه میکنی و شم میخواد سر حسین رو از بدن جدا بکنه، روز قیامت چه جوابی داری بدی؟ یعنی حمایت از امام حسین علیه السلام. دوم، عرض کنم خدمتون که بعد از ظهر که فرا میرسه دیگه لشکر تقریبا کارشو تموم کرده، رو میکنه به لشکر عمر سعد، اما فیکو مسلم، مسلمانی میان شما نیست، یه آدم غیرتمند، یه آدم آزاد نیست که به ما کمک کنه دست از این جنایت برداره. اینجا هم باز حضرت نقش خودش نشون میده. شب که میشه خیمه ها آتیش گرفته، سوخته شده، همه آواره شدن، دیگه نه نانی هست نه آبی هست، اون وضع جنگ زده خیمه ها و صحنه عاشورا، ببینید زینب چه نقش مهمی رو ایفا میکنه. 84 نفر خانوم و بچه که اینها همه مصیبت دیده، همه زجر کشیده، شهید داده، این تمام اینها رو مدیریت میکنه، اونم در اون فضای جنگ و غارت و شکنجه و کشتن و هر چی شما بگید، حدود 21 جنایت نوشتن. تمام این حضرت تحمل میکنه اما مدیریت بحران خودش رو حفظ میکنه، به این معنا که زن و بچه رو جمع میکنه توی خیمه نیم سوخته و اینها رو دلداری میده و آرومشون میکنه تا فردا که کاروان حرکت میکنه. ادامه بدید این رو زحمت. Islam ist in der Vorstellung und der Meinung, dass die Frau eine sehr große Persönlichkeit darstellt, aber ihre eigene Achse und Position hat. Es ist falsch, dass die Frau in die Rolle des Mannes schlüpft und die Männer in die Rolle der Frau. Jeder hat seine eigene Rolle, basierend auf ihrer Natur und eine Persönlichkeit. Und das ist eine heilige Position, die da vorliegen. Und das wird auch im Islam immer wieder erwähnt. Wenn zum Beispiel von rechtschaffenen Männern heißt, dann heißt es auch rechtschaffene Frauen und so weiter und so fort. Sie kommen immer wieder beide gemeinsam vor und sie sind im Grunde genommen eine Ergänzung zueinander. Und miteinander können sie gemeinsam aufsteigen. Also der Mann mit Frau und Frau mit Mann. Am Tage des am Tage von Ashura sehen wir zunächst erstmal keine eindeutige Rolle von irgendeiner Frau. Da spielen eigentlich nur die Männer hauptsächlich eine Rolle, eben auf dem Schlachtfeld. Aber am Nachmittag
nach dem Ashura, also nach dem Tode von Imam Hussein. Imam Zain al-Abidin war ja schwer krank, der konnte kaum bewegen. Da taucht Zainab, Schwester von Imam Hussein, auf und erfüllt dann ihre Rollen, und zwar zwei Rollen. Zum einen, in dem Moment, wo Schemr den Kopf von Imam Hussein abschlagen will, rennt sie dahin zu dem entsprechenden Stelle, wo Imam Husseins Leichnam quasi liegt, und spricht ihn an und meint: Wie wagst du es, sowas zu tun? Und ich schaue das auch noch zu. Und auf diese Weise verteidigt er Imam Hussein, damit er das nicht tut. Und mit auch mit dem folgenden Satz noch: Wie willst du das am Tage des Gerichts darauf eine Antwort geben? Und ferner, es sind ungefähr 80 Frauen und Kinder übrig, die jetzt in Gefangenschaft geraten worden sind. Sie wurden gequält und gepeinigt. Bis zu 21 verschiedene Verbrechen wurde dort beschrieben, was diese Leute getan haben. Die Zelten wurden in Brand gesteckt. Es gab so gut wie nichts zu essen, kaum was zum Trinken. Und sie musste im Grunde genommen diese Haufen von 80 Leuten organisieren und entsprechend eine Obdach geben, quasi, mit ihrer Acht, mit ihrem Verhalten. Sie hat diese Leute in den verbrannten Zelten eingesammelt und mit den die entsprechend diese Trost gespendet, bis die Nacht zu Ende war, und am nächsten Tag war ja der Aufbruch. Befall mir trash mir können. Ich wurde kutatar war schon mal nur mit mich am. Dann diese Dorfe Mahmar war nach dem Sommer in Kalbala schot. Ob tabiye di onja Hazrat Al-Faz hast Ali Akbar wurde Hazrat Qasim wurde Ashab wurden bei Ehtiram in خانم ها بچه ها از مرکب ها پیاده شدن. اما صبح 11 هم وقتی میخواد اسرا رو از کربلا ببرند کوفه، یه اونجا مردی نبود که کمک این زن ها بکنه. خود حضرت زینب باز اینجا نقش یک در حقیقت محوری رو ایجاد میکنه و اون کمک کردن به بچه ها و زن هاست که اینها رو سوار بر مرکب ها کرد، سوار بر اسب کرد، حتی خود امام زین العابدین علیه السلام رو کمک کرد، سوار بر اون شتر کرد که با اون فضل فجی بردن به سوی کوفه. خب اینها وارد کوفه، در کوفه نقش هم حضرت سکینه، ام کلثوم، امام زین العابدین و خانم ها حضرت زینب سلام الله علیها، این سه تا خانم یعنی حضرت سکینه، حضرت ام کلثوم، زینب، بعضی ها رباب هم نوشتن خانم امام حسین، اینها هر کدوم یک سخنرانی داشتن و مهمتر از همه سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها بود که واقعا شنیدید آن چه سخنرانی قرا و فصیحی که اونها که حضرت رو نمیدیدن میگفتن ای مگه زنده شد از صدا، صدای علی، ملودی ملودی صدای علی، تون تون صدای علیه، نکنه علی دوباره زنده شده. بعد دیدن نه، یه خانومیه تازه پیدا نیست، تحت پوشیه و توی کجاوه چنان سخنرانی قرایی داره میکنه که همه جا سکوت محض فرا گرفته که در حقیقت یک تغییر اساسی در روش عبیدالله که فرمانده کل قوای یزید بود داد، و از همین جا نظر و فکر عبیدالله که به کشتن اسرا میخواست به انجامه و حتی امام زین العابدین رو بکشه، با این سخنرانی قرار خلاصه حضرت هم مردم رو بیدار کرد، آگاه کرد که ما خارجی نیستیم، حسین بوده، پسر علی بوده، نوه پیغمبر بوده و ما رو این گونه شکنجه کردن، مردم رو اینجوری کشتن. این سرها هم که می نیست، سرهای عزیزان پیغمبر هست. و با این خطبه و این سخنرانی یک تحول بزرگی رو هم در کوفه ایجاد کرد، هم نظرات به اصطلاح خشم
کارخانه عبیدالله رو تغییر داد. بله بفهمید. عبید الله زیاد، بله 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 عبیدالله ابن زیاد. Ja, als die Frauen und Kinder an dem, zu den Karbala ankamen, wurden sie von den Männern, die damals begleitet haben, Imam Hussein, aber Fazl Abbas und die alle anderen, mit Hilfe und in Einfachheit und Höflichkeit von den Kamelen steigen ließen. Das war also sehr angenehm alles. Aber am Tag von 11. Muharram war kein Mann mehr quasi vorhanden. Und hier musste Zainab sozusagen alle Kinder und diese Frauen helfen, entsprechend wieder aufzusteigen. Selbst der kranke Imam, ja, der vierte Imam, hat sie geholfen, damit er auf dem Kamel aufsteigen konnte, weil er so krank war. Hier sehen wir eigentlich ihre Rolle auch, dass sie hier sozusagen den Ersatz spielt für den Männern, die jetzt fehlen. Außerdem, als sie dann sie sind ja auf eine sehr traurige Art und Weise und eine sehr entwürdigende Art und Weise nach Scham, also Damaskus, gebracht wurden. Und da haben auch wieder die Frauen Sakina, Umm Kulsum und speziell Zainab, manche sprechen auch Rubab, ihre Rollen dort ganz klar dargeboten. Speziell gerade die Person Zainab, die einen sehr kraftvollen Vortrag gehalten hat und Rede gehalten hat, so dass die Leute, ohne sie zu sehen, sie haben ja ihre Stimme nur gehört, weil sie hinter einem Vorhang war, den Eindruck hatten und auch tatsächlich gesagt haben, ist denn Ali wieder lebendig geworden? Denn sie hat in derselbe Tonlage, mit selber Härte und nicht Härte, sondern mit derselben Standhaftigkeit gesprochen. Dazu, dass Ubayd ibn Allah ibn Ziyad, der sie töten wollte, die Kinder, Frauen und Kinder ebenfalls töten wollte, von dieser absehen musste. Und sie hat bei dieser Rede die Leute massiv zum Nachdenken angeregt und auch deren Meinungen geändert. Sie hat ja ganz klar gesagt, wir sind nicht irgendwelche Außenstehende. Heute würde man wahrscheinlich Terroristen nennen. Und dann hat er auch darauf hingewiesen, diese Köpfe, die wir hier sehen, abgeschlagen sind, das sind Köpfe von Leuten, die bei Propheten beliebt waren. Befahren wir euch bekommen? Alle. این موقع مردم کوفه واقعا فکر میکردن اینها یک گروه شورشی تروریست هستند که بر علیه نظام حاکمیت یزید شورش کردند و میخوان حکومت داری کنند، حکومت در دست بگیرن و نظامشون رو عوض کنند. اما وقتی حضرت زینب اون خطبه و اون سخنرانی رو در کوفه، اونم نزدیک کنار کاخ عبیدالله ابن زیاد قرائت کردند، واقعا مردم کوفه بیدار شدن. نه بابا، اینا شورشی نیستن، اینا تروریست نیستن، اینها فرزندان پیغمبرن به رهبری حسین ابن علی که یک مرد اصلاح طلب برای امت هست، دلسوز امت، آمده مردم را از جنایات و ظلمهای یزید آزاد بکنه. به خاطر همینم به عبیدالله گفتش که کید کیدک و چهت جهدک، تو هر نقشه ای و هر حیله ای میخوای به کاری ببری به کار ببر. یعنی تمام سیاست ها، تمام نزلات، تمام نقشه ها رو پیاده کن، تو دیگه نمیتونی بیشتر از این کاری انجام بدی. تو جنایت طوری شده که از همکنون داره آثار بد خودش و منفی خودش رو نشون میده. این در کوفه رسیدن به شام که من پایان عرایزم باشم. در شام خب معلومه اونجا پایتخت یزید بود، مرکز خلافت بنی امیه است،
شامی ها خیلی آشنایی با خاندان پیغمبر ندارن، حتی اینقدر معاویه تبلیغ کرده که مردم فکر میکردن یزید از نوادگان پیغمبره و دیگه فرزندی نداره. بنابراین وقتی هم وارد شام شدن اسرا، هی میگفتن اینا خارجی هستند، یعنی از دین خارج شده هستند. بعضی تصور میکردن اینا رومی هستند، اصلا عرب نیستن. تا این اندازه که وقتی حضرت زینب نشسته توی جلسه در حالی که پوشیه زده و صورتش پیدا نیست، وقتی یزید شروع کرد صحبت کردن و خدا رو شکر کردن، بعد حضرت زینب اعتراض کرد به یزید. یزید گفت این خانم کیه اینطوری به صورت خیلی جسورانه داره با من صحبت میکنه؟ گفتن این زینب دختر علیه. بعد گفت دیدید که برادرت کشته شد، بچه برادرت رو کشتیم، همه رو کشتیم، سرهاشون رو آوردیم، ذلیلتون کردیم، خارتون کردیم. و الاخر حضرت فرمود که حضرت زینب ما رأیت الا جمیلا، آیزی تو فکر میکنی با این جنایت پیروز شدی؟ نه، ما پیروز شدیم، تازه خدا نکش، ما جز زیبایی توی این قصه و توی این حادثه چیزی از خدا ندیدیم. این زن چه فهمیده است، چقدر با شعوره، چقدر درک بالایی داره که این همه مصائب دیده ولی تمام این مصائب رو میگه برای ما زیباست. یعنی یک دید الهی بهش میده، یک دید در حقیقت کمال مطلق بهش میده، نه به عنوان یک مصیبت دیده زج کشیده ای که ما حتی امروز فقط برای مصائب امام حسین و حضرت زینب گریه کنیم. نه، حضرت زینب راه زندگی، روش صحیح زندگی، راه کمال رو داره به زنان جامعه بشری نشون میده که ما با همه مصائب، با همه زجرهایی که تو زندگی و تو این حادثه دیدیم، اما صبوری ورزیدیم و صبوری کردیم تا خدای متعال از ما راضی است، کما که روز اول خدای متعال فرمود ان یراهن السبایا، خدا میخواد شما رو اسیر ببینه، یعنی این عزت رو به شما بده که بعد از 1400 سال ما میبینیم که نه تنها شیعه، هر که تو دنیا با هر دینی هست میگه حسین یک مرد آزادی خواه بود، زینب یک زن با فضیلت بود، کما اینکه قرآن کریم حضرت مریم سلام الله علیها رو یک قدیسه معرفی میکنه، اونجا که میگه ان الله ملائکته یصلون علی النبی، پیغمبر یا بله ملائکه یبشرو که به مسیح، خدا داره به توی مریم بشارت میده از طریق ملائکه که فرزندی به نام مسیح خدا به خود به تو خدا وجیهن اندالله، نزد خدا آبرو داره، نزد خدا جایگاه داره. و این قدیسه بودن حضرت مریم هست که عیسی ای رو که قدیس هست به او ارزانی میداره. Ja, sie hat derart gesprochen, die Leute waren der falschen Meinung durch die Propaganda bedingt. Sie haben aller Ernstes gedacht, dass diese Gruppe, die da ankommt, eine Gruppe von Außenstehenden sind, die von Religion Abgefallenen sind, Terroristen sind, die gekommen sind, um das System zu zerstören. Aber in der Nähe von dem Schloss, von, oder ja, Schloss kann man sagen, von Ubaydullah ibn Ziyad haben sie Rede gehalten und damit die Leute beeinflusst und die Leute aufgerüttelt. Das führte dazu, dass die Leute am Ende gesagt haben, hör auf mit den ganzen Tricks, was du machst gegenüber Ubaydullah ibn Ziyad. Das heißt, der Ubaydullah ibn Ziyad hat das Problem gehabt, dass die Leute ihm nicht mehr geglaubt haben. So hat sie reagiert.
Und in Kufa war die Sache ja noch anders. In Kufa haben die Leute ja überhaupt gar keine Kenntnisse mehr gehabt. Durch die lange Herrschaft von Muawiya in diesem Lande haben die Leute überhaupt gar keine Kenntnisse gehabt. Sie haben ja alle ernstes gedacht, dass der Jesid irgendwie ein Abkömmling vom Prophet sei. Und als diese Leute gebracht wurden, sind die Gefangenen, haben sie tatsächlich ja noch gedacht, das sind irgendwelche Kriegsgefangene aus Rom. Teilweise. Und das, da sieht man, dass die Leute überhaupt gar keine Kenntnisse hatten. Und dort hat sie so geredet und die Leute ebenfalls aufgerüttelt. Und die hat sogar direkt den, sozusagen den Kalifen der Zeit, Yazid, angesprochen. Und zwar mit einer Standhaftigkeit, dass Yazid erschrocken gefragt hat, wer ist diese Frau, die auf diese Art und Weise mit mir redet? So nach dem Motto, weiß sie denn nicht, wer ich bin? Und dann hat sie sich vor, und dann wurde vorgestellt, wer sie ist. Und dann hat Yazid versucht, diese zu erniedrigen, meinte, siehe, wie wir den Kopf deines Bruders abgeschlagen haben. Siehe, wie ihr erniedrigt seid. Ihr seid zum Gefangenen gemacht worden und dergleichen und so fort. Und eine Frau, die so viel an Schwierigkeiten erfahren hat, Unheil über Unheil erfahren hat. Sie haben ja wirklich sehr viel gelitten. Tausend Kilometer wurden sie durch die Gegend geschleppt. Sie wurden gequält in dieser Phase und gepeinigt. Und jetzt kommt sie und sagt, wir haben nichts außer Schönheit gesehen, o Yazid. Du bist im Irrtum. Du glaubst, du hast gesiegt. Wir haben gesiegt. Das zeigt, in welcher Vollkommenheit diese Frau sich geistig befindet, dass sie so reagieren kann. Und das Ganze war nicht, damit wir heute in unserer Zeit weinen für Imam Hussein und das Leiden von Zainab und anderen Gefangenen, sondern sie gibt uns an dieser Stelle ein Lebens, eine Wegweisung für unser Leben, nämlich, dass wir im Wege Gottes dann entsprechend wir zufrieden sein müssen. Wir müssen im Wege Gottes die Zufriedenheit haben und dann entsprechend ja, es kann ja keiner da. Und wir die Zufriedenheit Gottes, und das wurde ja in dem am Anfang auch gesagt beim Propheten, der Prophet, bei Imam Hussein, der Prophet hat ja im Traum gesagt, Gott möchte dich getötet sehen. Gott möchte dich der Familie gefangen sehen. Das bedeutet eigentlich, dass Gott zufrieden ist. Und diese Zufriedenheit Gottes ist wichtig. Und heute sagen wir Menschen, alle sagen wir, Imam Hussein war ein freiheitsliebender Mensch. Zainab war ein vollkommener Mensch. Und über Maria haben wir die Aussage im Koran, dass sie eine Heilige war. Und ihr wurde dann Jesus versprochen, der ebenfalls ein Heiliger war. Dies ist das, was der Koran über Maria und Jesus sagt. Und so ist das in der Geschichte dokumentiert, auch über Imam Hussein und Zainab. So, jetzt ist so zwischenzeitlich sich der Herr Schams aus unserem Programm verabschiedet, aufgrund von Internetproblemen. Janaba Aray Shams, Sadaye Bandero Darid, Yacher, man Shomara dan List Nemi Binam. Janaba Aray Shams, Agar Mishavad, Bizamad Ed Befarmoid, man Shomara Nemi Binam. Ich versuche mal über WhatsApp eine Botschaft zu übermitteln. جناب آقای شمس من شما رو نمی بینم اگه می شود بی زحمت شما مرا اد بفرمایید.
Ja, irgendwas ist gerade ein Problem im Internet. Herr Schams, bitte. Ariel Schams. Herr Schams, bitte. Ariel Schams, Herr Schams, bitte. Ariel Schams. خب بله خواهران و برادران ما عملا به آخر سخنرانی رسیده بودیم لکن الان این مشکل به وجود آمد که آقای شمس از به علت مشکل اینترنتی از برنامه حذف شدند متاسفانه wir haben leider das Problem der Herr Schams gerade jetzt irgendwie ausgeklickt wurde internetmäßig آقای شمس خواهش میکنم Herr Schams bitte. نه متاسفانه متاسفانه آقای شمس وصل نمی شوند تا اونجایی که من متوجه شدم از گفتار ایشون آخر سخنرانی بود Es war Ende des Vortrags. Also ich werde jetzt die letzte Stück nochmal zusammenfassen. قسمت آخر رو دوباره یک بار با هم مرور میکنیم. اگر آقای شمس به وصل نشد برنامه رو به اختتام میرسانم ایش هافه دست آقای شمس بیسته این دازو کمت پس مردم در شام اصلا در مورد پیغمبر و اهل بیت خبری نداشتند و حتی فکر کردند که اینها اهل روم هستند این خارجی هایی که آمدند اونجا و قیام کردند و ولی اما حضرت زینب با صحبت غرایی که داشتند علیه یزید جسورانه باعث شدند که مردم بیدار بشند و بشناسند اهل بیت را و اوشان درس زندگی به ما دادند که امروز بعد از 1400 سال مانند حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی علیه السلام که در قرآن به عنوان مردان قدیس ثبت تاریخ شدند امام حسین و حضرت زینب هم ثبت تاریخ شدند به عنوان اشخاص آزاده و با فضیلت Also die Leute in Scham in Damaskus haben überhaupt keine Kenntnis über Prophet und seine Familie gehabt und mit diesem Vortrag was und Rede was ihre Heiligkeit Zainab gehalten hat, hat sie die Leute dort aufgerüttelt. Und dies führte für uns aber zu einer Lektion für unser Leben. Also eine echte Lehre fürs Leben. Wir dürfen hier nicht vergessen, genauso wie Jesus, aber auch Maria als Heilige in der Geschichte dokumentiert sie, auch der Koran dokumentiert sie als Heilige, bezeichnet sie ja als Heilige, genauso wie die sind Imam Hussein und Zainab ebenfalls als freiheitsliebende Personen mit großer Vollkommenheit in ihre geistige, menschliche Dasein in die Geschichte eingegangen. Hopp. آقای شمس به برنامه ما ملحق نشد من با اجازه ایشان که انشالله خواهد بود ولی ایشون واتساپ هم از من دریافت نمی کنه با من از طرف ایشون عذرخواهی می کنم که اینجوری شد و سخنرانی به اصطلاح اینجا مجبورن به اتمام می رسانیم البته آخر سخنرانی بود هر شمس ایست نیش من دازو گکومن Er bekommt auch meine WhatsApp nicht. Also ich will ihm seinen Namen mich entschuldigen, dass das jetzt so abrupt geändert hat. Und wir werden das Programm quasi jetzt mit Aufwartung gegen und Dua für die Gesundheit von Imam Mahdi und Aufwartung für Imam Hussein beenden. Shabbat Jum'ast, Shabbat Ziyarati Abu Abdullah al-Hussein. السلام
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. دعاي سلامتي إمام الزمان. Ein Bittgebet für die Gesundheit von Imam Mahdi. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خواهران و برادران، شب جمعه است، یادی از اسیران خاک انباتمان بکنیم که محتاج دعای ما هستند. Liebe Geschwister, es ist Donnerstagabend. Lassen Sie uns eine Andacht haben für die Verstorbenen, die Gefangene des Bodens sind. Lasst für sie einen Wunsch erfüllen. Bazikre mit einem Salawat, Bazikre Salawat, wa Fatiha wa Ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. خواهران و برادران، این بود برنامه ما. باز هم عذرخواهی میکنیم که آخر برنامه یک مشکل فنی پیش آمد و آقای شمس متاسفانه از برنامه حذف شدند. این دست ما نیست، اینترنت هست متاسفانه. Liebe Geschwister, das war. Und damit schließe ich das Programm heute Abend und ich bitte nochmals um Entschuldigung, dass der Herr Schams so aus dem Programm quasi rausgeschmissen wurde. Das liegt aber auch nicht an uns, das war eben Internetproblem. Inshallah, Kishma Babashaid. Entschuldigung, bitte um Vergebung. Shamara Bechodai Bozoik Misaparam, ich überreiche Sie der Obhut Gottes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.